سلام ها چطورین خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه با من آقا همطور که میدونین ما تازه خونم رو عوض کردیم و همونجور که قلاده بودم دوستانم الان براتون یه دونه روم تور بگیرم چون که اتاق خودم تقریبا تموم شده و اینکه حتی بیرون هم تموم شده ها ولی تو این ویدیو چون یه صحبت دیگه ای هم باهاتون دارم دوست داشتم هم فعلا همین فضا رو بهتون نشون بدم بعد حالا تو ویدیوهای بعدی اگه دوست داشتین تو کامنت ها بهم به بگین که کلا یه هوم تور بگیرم ببین راستی تو این ولاگ میخوام چون هم خونه و اتاق و, و اینا رو نشونتون میدم میخوام بهتون بگم که مثلا مجارستان که بیاین خونه رنت کنین چه وسایلی و حالا خونه داره کدوم وسایل مال خودم بوده اینا رو بهتون نشون میدم پس اگه میخوایم مهاجرت کنین این ولاگ هم براتون میتونه جذاب باشه که ببینید چه چیزایی رو توی خونه فرنش میتونید داشته باشید و چه چیزایی خودتون باید تهیه کنید حالا تو ادامه ویدیو هم میخوام بهتون بگم که هفته پیش تولد من بود و عکس و فیلم خیلی موجود نیست همین هست فعلا. ولی میخوام تا آخر ویدیو یه سری صحبت ها بکنم تجربه ها و درس هایی که تو این یک سال گرفتم خودم با یک سال پیشم دو سال پیشم مقایسه میکنم کاملا انگار یه آدم دیگه هم و دوست داشتم که پنج مورد از چیزایی که خودم بهش رسیدم و با شما هم به اشتراک بذارم ببینم نظر شما ها چیه موافقیم با هم یا نه حالا اول بریم اتاقو ببینیم این در میای تو یه نمای این شکلی کل اتاق خب بعد این کماده است که این کمده توی کل این خونه این که ما گرفتیم خیلی اساس داشت بچه ها این کماده توی یه اتاق دیگه بود ما وردیمش اینجا به خاطر اینکه من این تو این بالاش وسایل نقاشی اینا گذاشتم این پایینشم کاپشن و پالتو و چیزای زمستونی رو گذاشتم و این بالا بچه من عاشق اینم که کلکسیون لگو اینجور چیزا جمع کنم بعد باربی و هنوز کوچولوام. هم یه سری از این چیز میزدم اون تم یه سری از بازی دیگه است که حالا معلوم نیستش اینا رو گذاشتم اینجا این بالا بعد اینا یه سری بگ هنوز از کادو تولدم مونده بود اینجا این بابا نواله رو پارسال آم برای چیز گرفته بودم کریسمس حالا من نزدیکش هم نزدیکش نشدیم دیگه نزدیکشیم اینم میذارم بغل درخته کریسمس بعد این تابلو هست بچه ها همجور که میدونین من نقاشی میکشم خودم پارسال نمشگاه نقاشی داشتم ولگش هم بالا اگه دوست داشتید ببینید و این یکی از کارام بود من خودم عاشق سبک پاپ آرت با کلن مینیمالم که اینم یکی از کاران یعنی واقعا یکی از فیوریت های خودمه اینو همیشه میزنم تو خودم بعد این صندلی بچا خیلی کیوته اینم مال خود خونه بود اینجا بود و خیلی بال تانیو هکتور هی میان روی میپرن میچرخن این اینطوریه میچرخه چوبی زیرش بعد یه آینه قدی بود که بچه ها قب... این کسایی که قبلا تو این خونه میشستن دو تا پسر بودن بعد خیلی بعد اینجا رو دیزاین کرده بودن یعنی این که اصلا تو آشپز خونه بود این وسط حال بود این که تو یه اتاق دیگه بود من همه چی رو جابجا کردم این آینه قدی رو هم وردم زدم اینجا اینم روی خونه بود این جوره دم در بود تو راه رو نمیدونم چرا اینم پس مال خونه است اینم وردم گذاشتم اینجا بعد دیگه این هم یکی از نقاشی خودمه اتفاقا یه داستانی هم پشت این نقاشی است که من ولا گرفته بودم وقت داشتم اینو میکشیدم حالا اینم اگه دوست داشتید برید ببینید قضیهش چی بوده اینم که سطل مال خودم بیگودی و یه سری این چیز نوزا انداختم اینجا و این میزه کارم حالا میگم این خونه رو بچیده بودن این میزه از ایناست که تا میشه این مال خود خونه بود بعد اینو تا کرده بودن پشت کمد اون یکی اتاقه بود و من پیداش نکردم علی و اومد همچی میزیو پیدا کرد باز کرد و ورد اینجا ام... نمیدونم چرا اصلا جمعش کرده بودن این هم مال خود خونه است بعد اینم که صندلی مال خونه است یه دونه این دوم پری دریایی بچه ها. میتونی بری توش گرم بافتنیه من عاشق پری دریایی هم روی پامم یه دونه دارم بزرگ بعد اینم برا مواقع سرما گذاشتم اینجا دیگه براتون بگم این گلدونه رو یکی از دوستایی که مجاری دوستم بر تولدم گرفته بود با هم رفتیم کافه و اینا دیگه این چیز میزه این چیز میزه این رو دیگه مال خودمه وسایل نقاشیمو آینه و اینا حالا نقاشی ببینید. یه سرش رو گذاشتم اینجا خیلی نقاشی داشتم بچه توی نمایشگاه خیلیش فروش رفت حالا یه سرش هم همینطوری دلی کشیدم پوزشتم اینجا همه از این خیلی خوششون میاد من خودم فیوریتم اینه این فضا نوردی که روش نوشته I need more space این نور رینگ لایت هم این میفته این تو بعد دیگه میریم این ور اینجا هم که میستوالت این دوتا هم خودم درست کردم گذاشتم اینجا دیگه این رو پره جنگول پنگول و اینجور چیزا و اینم بچه یه باکس اینم یکی از کادوها تولد بود یکی از دوستان ورده و ست باربی کلن توش خیلی کیوته یه سه چیز میذاشتم استفاده کردم بعد این که اینجا چند تا عکس گذاشتم یادگاری بچم بچم پنج سال پیش چقدر فرق داشتم من. اینجا هم ایتالیا باریه اینم که تخت و که تختم مسلما مال اینجا اصلا راسته این میز تو آینم مال خود خونه بودا و این کمودا کمودا مال خود خونه و اینکه خوبی این خونه اینه که چیز خیلی داره جا خیلی داره و منم کلا اساس خیلی دارم دو کشو اینا زیاد داشته باشه خونه خیلی برام مهم بود تازه بچه ها این بالا رو نگاه کنین یه دونه از این بخاریایی که وای وایسادنکیه داره فرش یه تخت دیگه است و من نمیدونم اینا رو چیکار کنم حالا به صاحب خونه گفتم بیاد اینا رو از این بالا بردار ببری که من استفاده نمیکنم چون اینجا چیز داره ایر داره که هم سرد میکنه هم گرم میکنه تو زمستون و تابستون و همین اوکی دیگه دیگه این پاتختیشو که این پاتختیام مال خود خونه است و یه سری کتاب اینا که گذاشتم اینجا البته من کتاب خیلی دارم یه سری رو که بیشتر میخونم گذاشتم اینجا و اینم نمای بیرون ما طبقه پنجومی منبوزم خیلی گرمه هم ما آمدم نشستم اینجا که اون پنج موردی که برای تولدم میخواستم بهتون بگم و اینجا بشنم بهتون بگم خودم خیلی دارم خیلی راحت بچه حالا اتاقی که شما ها دیدین هر نظری دارین فکر میکنین اگه یه چیزی رو جابجا کنم بهتر میشه به هم بگید که انجام بدم ببین توی دهه 20 تا سی آدم به نظرم کلا انسان یه سری تجربه هایی به دست میاره که شاید تو دهه مثلا حالا ده تا بیستی که من تجربه کردم خیلی تجربه زیادی تو به دست نیاری ولی این دهه 20 تا سیه خیلی مهمه و به نظرم بقیه زندگی تو میتونی بر پایه اتفاقا و تجربه هایی که توی این دهه برات افتاده بسازی اولین چیزی که میخوام بهش اشاره کنم که توی این یک سال واقعا بهش رسیدم اینه که ممکنه که تو یه عالم آدم اطرافت داشته باشی خانوادت باشن دوستات باشن یه سری کسایی باشن که خب واقعا دوستت دارن از موفقیتات خوشحال شدنات واقعا خوشحال میشن و تشویقت میکنن اما من خیلی جاها به این نقطه رسیدم که دیدم تو یک سری از شرایط فقط خودم هستم و خودم و نمیشم انتظاری از بقیه داشت که همیشه تو هر شرایطی کنار تو باشن یه جاهایی واقعا فقط خودتی و خودت و اینو باید بدونی که بهترین دوست خودت فقط خودتی بتونی یه رابطه خوب با خودت بسازی و خیلی جاها بدونی که این فقط خودتی که میتونی کمک خودت بکنی نباید از کسی انتظار داشته باشی نه واقعا یه سری جاها کسی میاد کمکت کنه و نمیدونم حالا تا حالا همچین چیزی رو تجربهش کردید یا نه ولی اگر که بتونی رو خودت یه جوری کار بکنی که توی اینجور شرایط که فقط خودت میمونی و خودت بتونی خودت به داد خودت برسی آرامش درونی و روحی بیشتری داریم منم حالا اون رابطه رو صد درصد نتونستم با خودم بسازم هنوز ولی در راستاش خیلی هم تلاش میکنم یعنی وقتی به همچین نتیجه رسیدم تصمیم گرفتم که تلاشمو رو تو توی این راستا بیشتر کنم دومین چیزی که میخوام بهش اشاره کنم اینه که ببین یه جمله کلیشه هست میگن از هیچ کس هیچ چیز بعید نیست واقعا همینه و این درباره در خودمون هم صدق میکنه آدمی زاد واقعا هیچی ازش بعید نیست به کسی صد درصد اعتماد نکنید و حتی هر کسی که هست خب پس ذهنت همیشه هر انتظاری از آدما داشته باش اینجوری واقعا تو روابطت قافلگیر نمیشی من واقعا حالا چه تو این یک سال چه توی این دههی که حالا کم کم دیگه دارم به سی هم نزدیک میشم واقعا دیدم که هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست و این نصیحت هم, هم به شما سومین چیزی که هم میخوام بهش اشاره کنم اینکه کلا تو زندگی داشتن دیسیپلین و نظم و روتین خیلی مهمتر از اینه که تو استعداد داشته باشی یا یه سری اهداف و آرزو بزرگ فقط تو سرت باشه این تمرین و تکرار یه چیزیه که تو رو به اون هدفی که میخوای نزدیک میکنه هدفی تو سرت هست و میخوای بهش برسی دقیقا همین تکرار تمرینیه که در راستای اون هدفی که داری انجام بدی تا خورد خورد بهش نزدیک بشی و این تکرار و دیسیپلین چیزیه که تو رو به خواسته میرسونه چهارم چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که تو این یک سال که من اینو خیلی بیشترم حس کردم روزا برای من خیلی سریع گذشت و خیلی سریع هم داره میگذره و یه سری جاها مثلا هفته تموم میشه من میبینم که عمرم واقعا داره میگذره و من خیلی جاها هست که خوشحال نیستم و حتی از زندگیم لذت نمیبرم اصلا نمیبینم دور و اطرافم چه اتفاقی داره میفته فقط دارم بدو بدو کارهایی که باید انجام بدم تو روز رو انجام میدم کارم انجام میدم میرم دانشگاه میام این کار اون کار اینا شب شد تمام شد فردا و تصمیم گرفتم که یه ذره از این من کلا یکم آدم استرسیم و سری پنیک میکنم یه ذره تصمیم گرفتم که آرامشم حفظ کنم کارمو با آرامش بیشتری انجام بدم یه ذره دور و اطرافم رو نگاه کنم و سعی کنم از چیزای کوچیکی که حتی اطرافم اتفاق میفته چیزایی که خیلی برام کوچیکن مثلا تا پنج سال پیش داشتنش آرزوم بوده ولی الان برام خیلی عادیه الان دارم دارمش و برام خیلی عادیه تصمیم گرفتم به اینا بیشتر توجه کنم بیشتر شوق گذاری کنم و واقعا خیلی اصلا نمیگم معجزه شوق گذاری همین که مثلا تو میبینی مثلا چند سال پیش چقدر دارم میگم مثلا یه چیزی رو آرزو داشتی الان اون چیز رو داری و اینکه برات خیلی عادیه بهش رسیدی همین جا وقتی میگی خدای شکرت اصلا یه حس خیلی خوبی به خودت دست میده به اینکه خدا شکر که مثلا زندگی یه روندی رو طی کرده که حالا اون چیز رو هرچند کوچیک من الان دارمش حالا تلاش کردم به دستش رو و سعی میکنم تو زندگیم شو گذار باشم بیشتر و مسئله پنجم که من خیلی هم باهاش مشکل دارم هنوز اینه که من کلا آدمی که خیلی نمیتونم احساساتم رو نشون بدم توی کلام خب، ام، توی عمل خیلی نشون میدم یعنی اگر که واقعا یه نفر رو دوست خودم بدونم یه نفر رو دوست داشته باشم یعنی توی عمل خیلی چیزا براش میذارم خیلی کارا براش میکنم که به شخص اون آدم حس میکنه اینو ولی از نظر کلامی خیلی نمیتونم احساساتم رو بروز بدم و خب این خیلی بده حالا نه به خاطر اینکه مثلا من نمیتونم به اون طرف مقابلم بفهمونم من چه احساسی دارم از یه طرف احساس میکنم که برای خودم این خوب نیست که احساساتم انقدر تو خودم نگه دارم هنوز باش خیلی درگیرم کم کم دارم سعی میکنم که بیشتر بتونم این احساسات رو بروز بدم حالا اگه شما راهی میدونید که من میتونم بهترشم توی این قضیه حتما تو کامنت ها به هم بگید چون از نظر روحی وقتی آدم یه تایم زیادی یه سری احساسات رو تو خودش نگه میداره یه جایی میشه که واقعا منفجر میشه و من این انفجار رو بارها تجربه کردم چه دیگه دارم سعی میکنم بتونم بیشتر راجع به خواسته هام و اون احساساتی که درونم هست بتونم بیشتر حرف بزنم ولی میگم هنوزم کامل موفق نشدم این مرحله رو طی بکنم و حالا پنجتا رو گفتم یه مورد آخرم الان تصمیم گرفتم بهش اضافه بکنم ببین آدما کلا حرف قشنگ زیاد میزنن خب ولی از کجا میتونی بفهمی که یه آدمی که حالا تو زندگیت دوستت خانوادت خواهرت برادرت هر واقعا براش یه جایگاه و ارزش مهم میداری از رفتارای یک نفر خیلی راحت تر به نظرم میشه تشخیص داد تا حرفاش و خیلی چیزیه که قابل اعتماد تره وقتی اون رفتار درست رو از یه نفر میبینی تا اینکه یه حرفی و از یه نفر بشنوی پس به نظر من سعی کنید رفتاری که از آدمو میبینید و تحلیل کنید تا حرفایی که میشنوید و خب این خیلی بیشتر به شناخت آدم ها کمک میکنه همین دیگه این تجربه هایی بودش که تو این یک سال من خورد خورد به دست آوردم خواستم باهاتون به اشتراک بذارم امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه اگر که دوست دارید بقیه خونه ببینید که حالا چه وسایلی خونه داره حالا آشپزخونه حال فلان اینا و حالا من چجوری درستش کردم حتما تو کامنت ها به هم بگید که اونا رو هم نشونتون بدم اینجا رو که دیدید وسایل بیسیک خونه رو خونه های فرنیچر مجارستان داره البته اینجا بالش و پتو رو تختی نام داشت ولی خب فعلا من عوض کردم مال خودم رو انداختم ولی این خونه داشت اینا رو مرسی که تا آخر این ویدیو دیدید لایک like و سابسکرایب فراموشتون نشه دوستتون دارم تا ویدیو بعدی خدافظ